شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران از لندن با ما همراه میشه. خانم صدر، دولت بلژیک فکر میکرد کار ساده ای در پیش داره، ولی مخالفان این لایحه صداشون چندان بلند شد توی این هفته های گذشته که کار بسیار دشوار شد، بارها لغو شد و هنوز هم معلوم نیست بیشتر بشه، و به نظر میسه امیدها هم بیشتر شده که به ثمر نرسه. دقیقا همینطوره. همطور که گفتین دولت بلژیک فکر میکرد بی سر و صدا حدود 3 هفته پیش این لایحه رو تصویب میکنه و امروز یا فردا باید در انتظار اجرای شدنش به عنوان قانون میبودیم، اما تمامی این مخالفت هایی که ابراز شده، فشارهایی که سازمان های حقوق بشری آوردن، فشارهایی که فعالین و سازمان های سیاسی آوردن، و همینطور اونطوری که حداقل از پاسخ هایی که ما در عدالت برای ایران از احزاب و نماینده های پارلمان بلژیک که براشون نامه ارسال کرده بودیم دریافت کردیم برمیاد، فشارهای بین المللی که از توی نمایندگان مجلس یا سایر مقامات در آمریکا یا کشورهای اروپایی به دولت و پارلمان بلژیک اومده بسیار موثر بوده، تا جایی که می‌بینیم که چه شکافی حتی بین حزب حاکم افتاده سر این. به هر حال تا چند ساعت دیگه خواهیم دونست که آیا امروز این لایحه تصویب میشه یا اینکه تصویب اون در واقع و بحث درباره اون میفته به بعد از تعطیلات تابستانی و یه فرصت بیشتری هست برای اینکه باز فشارها رو بیشتر کرد که جلوی لایحه گرفته بشه. اما اون چیزی که به نظر من مهمه اینه که حتی اگه امشب این لایحه تصویب بشه و حدوداً یک ماه بعد لازم الاجرا بشه، هنوز هم راه‌های سیاسی و حقوقی زیادی هست برای اینکه اطمینان حاصل بشه که تروریست‌های جمهوری اسلامی به خصوص اسدالله اسدی و همدستانش و کسانی که در آینده ممکن دست به عملیات تروریستی و نقض حقوق بشر در خاک بلژیک بزنن به ایران منتقل نخواهند شد. یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که هر سازمان حقوق بشری یا گروه‌های سیاسی میتونن ازش استفاده کنن دادگاه قانون اساسی بلژیک هستش که بعد از مشورت با حقوقدان‌ها قطعاً ما و سایر در واقع سازمان‌هایی که در این زمینه درگیر بودن تو این روزها از این راه اقدام خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران از لندن با ما.